وقتی که قیام ایران اوج میگیره و پیش میره، حکومت آخوندی هم پایان خودش رو در چشم‌انداز میبینه و برای حفظ خودش و بقای خودش دست به اقداماتی میزنه. رژیم همه تلاشش رو میکنه تا به هر شکلی که شده این قیام سرکش رو بخوابونه، شعله‌هاش رو کاهش بده و خلاصه یک فرصتی برای بقای خودش ایجاد کنه. اما این توطئه‌هایی که رژیم انجام میده، این ترفندها، این شگرت‌ها چه هستند که نیروهای برانداز و مردم ایران باید نسبت به اونها هوشیار باشند؟ این موضوع برنامه بعدی ماست، تهدیدات دوران پایانی. سلام. یه بار خیلی سریع تحولات ماه‌های اخیر رو مرور کنید. از قیام دیما تا لغو برجام تا انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم آخوندها و اعلام استراتژی جدید آمریکا و بازگشت تحریم‌ها و گسترش اعتصابات و اعتراضات. همه اینها نشون میده که دیکتاتوری ولایت فقیه در فاز پایانیه. اما سوال اینجاست که آیا این شرایط خود به خود به سرنگونی این نظام منتهی میشه و دیگه وظیفه‌ای به عهده نیروهای پیشتاز نیست؟ آیا باید به روند خود به خودی قضایا دلخوش و امیدوار بود؟ اگر جواب به این سوالات منفیه، پس تهدیدات و فرصتها در دوران پایانی نظام ولایت فقیه چیه؟ چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم؟ اساساً دیکتاتوری‌ها وقتی در سراشیبی سقوط می‌افتن و خطر مرگ و سرنگونی رو بیخ گوششون حس می‌کنن، دست به ترفندهای کثیف و ضد مردمی خواهند زد و شروع می‌کنن به مانور با مضمون اینکه صدای ملت رو شنیدن، مثل نطق تلویزیونی محمد رضا پهلوی در 14 آبان 57 که اعلام کرد صدای ملت رو شنیده، یا سیرکی که خامنه‌ای در بیت خودش رو انداخت و وانمود کرد که داره به انتقادات از زبان مردم گوش میکنه. در یک ساده‌نگری شاید به نظر بیاد که این سرفصلی برای بازگشت این دیکتاتورها به سمت مردم و تصحیح اشتباهاتشونه. اما به قطع و یقین باید گفت این یک فریب محضه. از قضا مردم باید این نتیجه رو بگیرن که وقتی خامنه‌ای به چنین نقطه‌ای رسیده که از این نمایش‌ها ترتیب میده، چقدر در وضعیت متزلزل قرار داره و تأثیرات قیام چطور پایه‌های کاخ ستمش رو لرزونده و با تداوم قیام میشه ضربات بیشتری رو بهش وارد کرد. تهدید دوم اینه که عناصری از درون این دیکتاتوری نقاب عوض کنن و با شعار آیدوز خودشون رو همراهان قافله ملت جا بزنن، یعنی بیان با انتقادات سطحی از حکومت سعی کنن مردم رو به سمت خودشون بکشن. در واقع به این شکل مطالبات مردم رو از براندازی و تغییرات اساسی به اصلاحات جزئی و تغییرات سطحی تنزل بدن، ولی همین حکومت به بقای خودش ادامه بده. عناصری که در تمام جنایات این دیکتاتوری شریک بودن و حتی سابقه امنیتی یعنی جنایت در حق مردم دارن، یک شبه پوستین عوض میکنن و با ماهیت گرگ میخوان نقش میش رو بازی کنن، مثل خود آخوند روحانی که دستور فیلترینگ از شورای امنیت ملی خودش در میاد اما دجالگرانه خودش رو ناراضی نشون میده، یا در حالی که میتونه با یک فرمان رفتن زنان به ورزشگاه رو مجاز کنه، مزورانه اشک تمساح میریزه که آی چرا خانوما رو از رفتن به ورزشگاه محروم کردن، چرا نمیذارن، چرا محدود میکنن، یا مثلا مطرح کردن سند حقوق شهروندی که فقط روی کاغذ قشنگه ولی در عمل هیچ کارایی نداره. در کنار آخوند روحانی میشه به سلسله مقالات و مصاحبه‌های اخیر عناصر سرکوبگر و جنایتکاری مثل تاجزاده و نمیدونم حجاریان و عباس عبدی و بعضی دیگه از این اصلاح طلبای قلابی اشاره کرد که در واقع این جنایتکاران با چند قدم همراهی با خواسته های مردم شروع به رواج نظراتی در جنبش میکنن که صفوف مردم رو مردد میکنه و از یک پارچگی میاندازه، مثل مهماتی از این قبیل که مثلا اگر خامنه ای بره ایران سوریه میشه، یا اینکه ایران تجزیه میشه، یا اینکه ایران دست سپاه میفته، و خلاصه فرضیات موهومی مثل این که خروجیش میشه تن دادن به حاکمیت فعلی و ادامه بقای دیکتاتوری.
مخالفت‌های ضمنی این افراد با حکومت هم یک بازی درون حکومتیه، وگرنه اگر این افراد با خامنه‌ای ماهیتاً مخالف بودن که هیچ وقت نمیتونستن آزادانه تو کشور بگردن و ویدئو پر کنن و مصاحبه کنن و یعنی اختلافات مقطعی اونها با خامنه‌ای هم خودش ریشه در سهم‌خواهی در قدرت یا اختلاف نظر برای بقای همین حکومت داره و ربطی به خواسته‌های مردم ایران نداره. موضوع دیگه در واقع ابعاد بین‌المللی این داستانه. در زمینه بین‌المللی هم وقتی که حکومت ضعیف میشه، کشورهایی که نمیخوان یک ایران مستقل ببینن شروع میکنن به آلترناتیو تراشی و رهبر تراشی. یعنی هر کس با راه اندازی یک کانال تلگرامی و یک شبکه دست چندم ماهواره‌ای ادعا میکنه که آلترناتیوه و باید توده ها تحت قیادت اون قیام رو پیش ببرن. البته دستگاه اطلاعاتی دیکتاتوری هم از این ترفند بهره میبره و عناصر پوششی خودش رو با دادن امکانات به عنوان آلترناتیو غالب میکنه. تبلیغات این عناصر مملو از گندگویی و هزلیات و هر از گاهی هم با راه اندازی یک نظرسنجی غیر معتبر وانمود میکنند که درصد بالایی از حمایت مردم رو دارند. البته راه شناخت این عناصر بسیار راحته، چرا که برخلاف سال 57 که خمینی با زد و بند و عدم آگاهی انقلابی مردم بر سر کار اومد و در واقع سوار بر امواج انقلاب مردم ایران شد، این بار مبارزه تا الان 40 سال طول کشیده و به اندازه کافی برای بروز ماهیت‌ها فرصت وجود داشته. کافیه از این مدعیان بپرسید که اگر شما ادعای آلترناتیو داری، خب بگو کارنامه 40 سالت چیه؟ اقدامات عملی خودت رو در مبارزه با جمهوری اسلامی ردیف کن. لطفاً بگو رنج و مرارت‌هایی که برای آرمان آزادی مردم ایران کشیده ای چی بوده؟ اصلا هویتت چیه؟ طرح و برنامه‌ت چیه؟ تا الان چه رابطه‌ای با دیکتاتوری آخوندی داشتی؟ یعنی این سوالات و پاسخ به اونها خیلی راحت ماهیت هر مدعی رو مشخص می‌کنه. شاخص این آلترناتیوهای جعلی هم چیزی نیست جز بی‌بوتگی و بی‌پیشینگی و لفاظی و خودبزرگبینی و عرضم به حضور شما منحرف کردن پیکان مبارزه از دیکتاتوری به سمت دیگر نیروهای اصیل و انقلابی. اساساً هدفشون هم این هست که یا دیکتاتور حفظ بشه و اگر هم یقین داشته باشن که دیکتاتور رفتنیه، تمام تلاش خودشون رو به کار میگیرن که جایگزین اون نیروی ملی و مستقل نباشه و خودشون در آینده ایران سهمی داشته باشه. اتفاقاً از همین طریق میشه دریافت که هر نیرویی که در مرکز تهاجمات این آلترناتیو نماهاست از قضا جدی‌ترین نیروی سرنگون کننده و تهدید اصلی دیکتاتوریه و اتفاقاً اون نیرویی که تمام قواش روی سرنگونی حکومت متمرکزه و به این و اون بند نمی‌کنه نیروی اصلی براندازه.